اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. افسونگر کشمیری درنده پیر آویخت به گردن من و تو زنجیر. می گفت که رحمتش چنان دریاییست سرشار مروت و دلش مثل حریر. بر بام اقامتگاه خود خون می ریخت از کشته افسران در بند و اسیر. دیدیم دو روز بعد سلطان شدنش یک ملت سرفراز را بست به تیر. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 23 ماه سپتامبر، دوم مهر ماه، به شما سلام. حضورتون عرض کنم یکی از مصیبت‌هایی که ما در جمهوری ولایت فقیه دچار شدیم تاریخ نویسی. قبل از انقلاب دوستان ما با نگاه چپ تاریخ رو هم در ترازوی عقل چپ میگذاشتن. مثلا اگه چیزی دیاکونوف گفته بود مهم نیست که آقا در زمان ماتها فئودالیسم معنا نداد. خب نه درست. آقا کوروش، انوشیروان، اینا بورژوازی رو در مملکت ترویج میدن. یه مش از این چرندیات میگفتن. بعد از انقلاب جانوری به نام ناصر پورپیرار پیدا شد که اصلا گفت داریوش صهیونیست بود. اصلا هخامنشی‌ها رو صهیونیست‌ها روی کار بود. و نوشت اون کتابای بی ربطش. آقایون هم رو سرشون گذاشتن. حسین بازجو هم جلوش به رقص در آمد. حسین بازجو شریعت مداری، نماینده ولی فقیه در که. بعد به کتابهای درسی، به جان کتابهای درسی افتادن. و حالا بعضی هم میگن که آقا ولی بچه ها دیکته شون بهتر شده چون کلمات عربی رو می نویسن. گفت ستارخان، بهش گفتن آقا بیا برو سفارت روسیه یا اقلا پرچم روسیه رو بزن اون بالا که از مصیبت و تعقیب در مسون باشی. گفت من تمام عالم رو میخوام بیارم زیر پرچم خودم، حالا من برم زیر پرچم روسیه؟ حالا اینا هم میگه آقا دیکته شون خوب شده چون خیلی جملات عربی رو تو کتاب آوردن، اینو خوب بنویسن. 100 سال نمیخوام بنویسن، شاهنامه رو بنویسن برای من ارزش داره، بیهقی رو بخونن ارزش داره، گلستان رو. حالا نمیخواد کتاب مفاتیح الجنان، نمیدونم، یا کتاب شیخ صدوق و کلینی و اون مردک مجلسی مجنون بیمار 128 جلد مزخرفات رو بخونن. بچه ما تو بحثایی که با دکتر آجودانی داشتیم و خیلی هم مورد توجه شما قرار گرفت به این نتیجه رسیم اصلا مسئله تاریخ نویسی رو مطرح کنیم. آجودانی به عنوان یه استاد کتاباش 10-20 چاپ میشه حتی تو وطن، دیگه از اون متخصص‌تر کسی رو ندید. اینه که با اجازه دکتر من امروز تصمیم گرفتم این مهمان نازنینم رو ببرم بر سر درس تاریخ و ازش بخوام اول معنی تاریخ نویسی رو برای آدمایی که بلد نیستن بگه. کی تاریخ نویسه و یک تاریخ باید چه ویژگی هایی داشته باشه که عنوان تاریخ رو بشه بهش اطلاق کرد. با درود به دکتر آجودانی عزیزم، همین نخستی سوال من. با درود
به شما دکتر نوریزاده و همگی بینندگان و شنوندگان برنامه هاشو با کمال میل من در خدمت تو خواهم بود. ببینید، یک نکته اساسی که اینجا باید مطرح بکنم اینه که تاریخ نگاری همیشه وجود داشته، ولی تاریخ نگاری در معنای جدید همیشه وجود نداشت، بلکه این دو تاریخ نگاری در خود غرب هم تاریخچش به قرن 19 هم برمیگرده. و مثلا به عنوان نمونه من از رانکه میتونم حرف بزنم که او بنیاد تاریخ نگاری سنتی جوامع غربی رو دگرگون کرد و مسئله مهمی رو در به اصطلاح تحقیق تاریخی مورد ملاک قرار داد. مهمترین چیز فکت تاریخی بود به مسئله آرشیو و این مفاهیم وارد تاریخ نگاری جدید کرد. به این عنوانه یعنی روش تاریخ نگاری، نوع کار تاریخ نگاری. بنابراین در دیدگاه رانکه شما حرفی اگر میزدید به این حرف مستند به سند نبود، نمیتونست مفهوم تاریخی داشته باشه و اونچنان که او میدید گذشته رو میگو همون جوری که اتفاق افتاده ما باید چکار کنیم بیان بکنیم. البته خواه امروز مورخان تعابیر دیگه دارن و میگن که امکان نداره ما بتونیم بی نهایت بی‌طرف باشیم و همون جوری که وقایع در گذشته عیناً اتفاق افتاده اونا رو عیناً در تاریخ منعکس بکنیم. بالاخره ما مردم زمانه خودمون، مردم پرورده دانش و فرهنگ خودمونیم. من رانکه رو مثال زدم به دلیل اینکه او به اصطلاح مهارت‌های تاریخ نگاری رو نخستین بار تدوین میکنه و از یک طرف به اصطلاح آرشیو و اسناد برای درک تاریخ خیلی اهمیت میده، رسیدن به اونها، و دیگه مثلا نگارش تاریخ در دیدگاه اروپاییان اونچه که معنای فلسفی پیدا میکنه بیشتر جنبه ملی داره، به این معنا که الان میگم. ببینید، ما در ایران تاریخ نگاری ما تاریخ نگاری سنتی بود و شاید نخستین کسانی که بحث‌های تاریخی کردند یا مثل میرزا خان کرمانی تاریخ در معنای جدید نوشتن، اونها این دیدگاه‌های غربی رو وارد تاریخ نگاری ایران کردند. سعی کردند که برداشت‌های تازه‌ای از تاریخ ایران ارائه بده. اما من قبل از اینکه به این میرزا خان و به رانکه بپردازم این نکته رو بگم، در جهان مدرن تاریخ همیشه مورد سوء استفاده حکومت ها و دولت ها بوده. ببینید الان در همین کشوری که من و شما زندگی می کنیم یک روایت رسمی از تاریخ بریتیش وجود داره، یعنی اونایی که بریتیش هم جدیدیه سالهای خب، ولی در سیستم آموزش پرورششون معلمان میتونن از منابع مختلف عقیده‌های مختلف دعای مختلف ارائه بدن. یعنی شما تحمیل یک سیستم آموزشی یا تاریخی یا یک چیز فرهنگی تاریخی رو در نظام آموزشی انگلیس نمیتونید ببینید، برای اینکه منابع افراد متفاوته و همه معلمانی که دارن تاریخ درس میدن اگر چیزهایی رو برای درس گفتن در اختیار دارن به عنوان چیز بنیادی و بیسی، خودشون این آزادی رو دارن که منابع مختلف دیگه رو بر این منابع چیکار کنن، بر منابع استفاده بکنن و تفسیرهای متفاوتی رو رای بدن. یعنی نظام آموزش پرورش نظام باز و آزادی. اما حکومت ها در دوران جدید همیشه سعی کردن از تاریخ به عنوان یک ابزار استفاده بکنن. اما در جوامع غربی این تفاوت وجود داره که خودشون متوجه مشکل شدن و نظام آموزش پرورش رو با تکثر دادن نسبت به منابع و مناخص سعی کردن که از این دوگماتیسم حکومتی و ایدئولوژی خارج بکنن و تاریخ یا امر پویا باشه و پرسش برانگیزی درش فراهم باشه. مثلا من برای اینکه مثال بزنم که
خیلی روشن باشه، دختر من رودابه در لندن تاریخ خوند، یعنی در وارک یونیورسیتی لیسانس گرفته تاریخ، و در لندن هم که وقتی دوره دانشجوییش یعنی دوره مدرسهش تاریخ میخوند، یک روز اومد به من و مادرش گفت، به مادرش هم خودش تاریخ خونده، مجگان همسر من هم تاریخ داشت، گفت که امروز یه تحقیقی به ما دادن و به ما میگن که مهم نیست که شما چه جوابی بود راجع به کریستال نایت، اون شبی که شیشه ها رو میشکنن در آلمان، آلمان نازی ها. این پرسش از اینا کرده بودن که آیا این شکستن شیشه ها و این تجاوز به مردم امری بود از پیش برنامه ریزی شده یا اینکه خود جوش بود، و به اینا گفته مهم نیست که شما چه جوابی به این سوال میدید، ولی مهم اینه که چجوری به اون جواب میرسید، مستنداتتون چی رو استفاده میکنید، استدلالتون چیه. بنابراین تاریخ نگاری امر بسیار بسیار دقیقی که با مهارت‌های مختلف باید باشه. به همین جهت دختر من به این نتیجه رسید که اون شب از پیش ستاپ شده بود، یعنی برنامه ریزی شده بود، و نمره اول رو گرفت، نمره A رو گرفت. یه نفر دیگه هم درست مخالف اون نظر داد، گفت نه نبوده، برنامه ریزی نشده بود، خود جوش بیر، اون هم نمره اول رو گرفت، یعنی باز اون A رو. دو دیدگاه متضاد در واقع. چرا این اتفاق میفته؟ اینجا اون اهمیت تاریخ نگاری معلوم میشه، یعنی مورخ باید با اسناد خودش، مدارک خودش، منصفانه ترین برخورد بکنه، منابع رو گزینش نکنه، بلکه بخواد اون واقعیت رو نشون بده. خب هنوز که هنوز ما میدونیم که اون کریستال نایت شبیه که واقعا در موش بحثه، خیلی ها میگن نه خود جوش بود، خیلی ها میگن چیه ستاپ بود. مهم اینه که شما با چه ابزاری، با چه نگاهی و با چه شیوه اینا رو چیکار کنید، بررسی بکنید. اون به اصطلاح روشیه که شما ازش در جوامع غربی نمره میگیرید. متاسفم دکتر آجدری، ببخشید یه پرانتز کوچیک باز کنیم. در تعبیری که شما میکنید از یک مورخ، آیا یک مورخ هنگام نوشتن تاریخ باید اون اندیشه و تصورات خودش و داوری خودش رو به فصل نهایی بگذاره، یا در نوشتن اون متنم این اندیشه و این برداشت‌ها رو دخالت بده؟ یه مثال براتون میزنم. ما دو مورخ بزرگ در دوران باستان داریم، پلوتارک و گزنفون. پلوتارک کتاب نوشته، حیات مردان نامی، یکی از بهترین کتاب هست که من خوندم، و یادش بخیر دکتر هاشمیان معلم ما بود، توصیه کرد این کتاب بخونی، و همیشه من یادمه این فصل نخستش که راجع به امپتوکلس میگفت که در دهان آتنا پرید. یک تاریخ شعرگونه است، یعنی شما وقتی میخونید با یه شاعری برخورد میکنید که تاریخ هم نوشته. ولی همین آدم وقتی راجع به ایران میخواد بنویسه، بغض و کینه فراوون داره. منظورم اینه که در متن شما با این مسئله روبرو میشی که تاریخ نویس خودش وارد بازی میشه و همین مشکل رو ایجاد میکنه. بله، فقط اینجا باید دقت بکنیم که اونجا در یونان وقتی تاریخ ایران می‌نویسن، ایران در اون مرحله دشمنشونه. بله، یعنی ما به عنوان دشمن می‌دیدن، خب قلم در دست دشمن بود به قول معروف. بله، با اینها بیشترین اطلاعات ما از ایران باستان از همین منابع یونانی داره. اینو فراموش نکنیم. ما هم مثلا تا 220 سال پیش، 230 سال پیش واقعا نمی‌دونیم کوروش کیه، داریوش کیه. اینو این یه واقعیتیه، ما اطلاع نداشتیم که بخش مهمی از تاریخ، بنیاد تاریخ ما، یا مثلا تاریخ ما، تاریخ هخامنشی، اینها نبود. مثلا در ایران ما شاهنامه بود. تو خود شاهنامه راجع به تاریخ اشکانی ها میگه من جز از نام از ایشان چیزی نشنیدم. و ما تو شاهنامه اون چه که تاریخ به معنای سنتی تاریخ هست در اصل ساسانیانی که میگه. بنابراین بخش مهمی از تاریخ ما پنهان بود، پوشیده بود. و ما در تحولات جدید در از دوره قاجار به خاطر تحقیقاتی که در اروپا انجام گرفت، بسر
منابع تاریخی یونان تازه فهمیدیم حکومت هخامنشیان کیا بوده، تازه فهمیدیم مادها کیا بودن، تازه فهمیدیم چه گذشته پرشکوهی داشتیم. برابر این اگر خاطری این گذشته هم به شکلی با شاهنامه در وجدان جامعه ما حضور مستمر تاریخی داشت یا در منابع تاریخی ازش گاه‌گداری حرف می‌زدن، ولی ما هیچ جا نمی‌بینیم که مثلا راجع به کوروش یا داریوش در منابع اسلامی حرف زده بشه، برای اینکه نمی‌دونستن. خب حالا برگردیم اینجا، اگر اونها دشمن بودن ما خودمون که با خودمون نباید دشمن باشیم. درست. خب مشکل بزرگ تاریخ ما اینه، من این مشکل رو هم امروز در جریان‌های مدرن خودمون می‌بینیم. ما بخش‌های مهم تاریخ خودمون گذشتمون رو حذف کردیم. حکومت ساسانیان که میاد ما واقعا نمیدونیم تاریخ اشکانیان چیه. تاریخ احمدارش کار میکنن، جلوش میگیرن و بعد اسلام متاسفانه تعلقات اسلامی جامعه ما یا بدفهمی های دیگه پشت سرش قرار میگیره. با بخش های مهمی از تاریخ خودمون نمیدونیم. با ماهی ملت ناگهان در دوره فتریش های قاجار ما ناگهان متوجه میشیم این تاریخ رو داشتیم، این گذشته رو داشتیم، این کتاب ها رو خونه. خب ببینید یه ملتی که عقب مونده هست در فراخنای تاریخش به بدبختی و مصیبت کشیده شده و به انحطاط کشیده شده، ناگهان متوجه میشه که تاریخ درخشانی داشت، که فرهنگ باستانی درخشانی میفهمه که این نخستین ملت تاریخی بقول هگل وارد عرصه تاریخ میشه. خب این حرفا روشنفکرهای ایرانی رو کلفا میکنه، یعنی واقعا میگن خب پس تمام این بدبختی هایی که ما داریم از اسلام شروع شده. ما در از اسلام این سربلندی ها رو داشتیم، این موفقیت ها رو داشتیم. خب ببینید همینجا روایت متفاوت میشه در رفت با تاریخ ما. همین ناسیونالیست های ایرانی مثل فرض کنیم میرزا خان کرمانی، مثل آخونزاده، هدایت بله بی تردید، اینها وقتی روایت از تاریخ میدن در واقع ایران باستان و مظهر تاریخ ما میدونن، به ایران دوران اسلامی رو یک چیزی که ملت ایران به این مصیبت دچار شده و اونو تاریخ انحطاط میدونن. بله. مذهبیای ما برعکس میان میگن تاریخ اون چی که اهمیت داره ایران باستان تاریخ گرد و کفره، تاریخ دوران اسلامیه. چپ های ما هم بدتر از همه اینها، هم تاریخ باستانی ایرانو هم تاریخ اسلامی ایرانو تاریخ ستمشاهی قلمداد کردن، انگار تمام جهان دموکرات بودن و ما تاریخ ستمشاهی داشتیم. منظور ببینید ما وقتی در تجدد خودمون وارد میشیم، هم به جهتی که بخشی از تاریخ ما از ما پنهان نگه داشته شده بود و هم به جهت اینکه با سلیقه های سیاسی و اجتماعی مختلفی سر و کار پیدا میکنیم، این تعلقات وارد تاریخ نگاری ایران میشه. تاریخ ایران رو تکه پاره میکنن. ناسیونالیست ها با یک شیوه دیگه می نویسن. مثلا شما کتاب میرزا آقان کرمانی رو ببینید در مورد تاریخ به اصطلاح باستانی ما، تاریخ اسکندری رو، سکندری رو میبینید یه دیدگاه یه انسان ناسیونالیستی که داره اونجا مسائل رو از اون دیدگاه میبینه، از دیدگاه مثلا اندیشه های ناسیونالیستی دوران جدید. خب دیگران ببینید چپ ها رو که ببینید یه جور دیگه ای نگاه میکنه، اصلا با قول شما مثلا از ایران رو خواستن همون سلسله های بدفهمی شده یه تاریخ مارکسیستی رو که بیشتر هم جریان های شرقی این بدفهمی ها رو ایجاد کردن که این دوگمایی که حتما باید چی باشه از جامعه بردهداری عبور کرده باشه به جامعه فئودالی، اینا رو تاریخ ما بس بکنم با اینم. ولی خب این طبیعیه، هیچ این نکته که دارم جواب میدم دوست عزیز من واقعا جای دقته، هیچ مورخی نمیتونه بگه من کاملا بیطرفم. برای چی نمیتونه بگه کاملا بیطرفم؟ برای اینکه همه ما محصول زمان خودمونیم. دانش ما از دانشگاه هایی که توش درس خوندیم به دست اومد، از کتاب هایی که خوندیم، از تلویزیون، رادیو، روزنامه. ما به عنوان به اصطلاح
کسی که در مجموعه یک فرهنگ داریم فکر میکنیم برسته. همه اون جاهایی داریم یه برداشت درک از تاریخ به گذشته داریم و این میتونه در نگاه ما اثر بذاره بی تردید. نمیتونیم بگیم من 100% منحصر، اما اونجایی که مورخ بخواد عقاید شخصی، ایدئولوژیک، سیاسی، حتی منافع ملی شو بخواد بر اساس اون تاریخ رو به یک روایت دیگه در بیاره، به نفع منافع ملیش در بیاره یا به نفع منافع ایدئولوژیکش در بیاره، خب این در واقع تحریف تاریخ و جعل تاریخ. و اینجاست که میگم قدرت همیشه تاریخ نگاری رو مورد سوء استفاده قرار میده به عنوان یه ابزار برای ایجاد یک برداشت تاریخی، یک فهم تاریخ. خب ببینید در دوره پهلوی ما به یک تعادلی رسیده بودیم، مثلا کسانی که برجستگان ما مثل تغیزاده، مثل فروغی، مثل مورخ مشهور علامه قزوینی، اینها مشیرالدوله، همه اینا تاریخ رو پیوسته میدن، هم ایران باستان و هم ایران اسلامی رو در ربط با هم و در استمرار که پاره نمیکرد. ولی متاسفانه خب بخشی از تاریخ نگاری رسمی بود که بیشتر به ایران باستان توجه داشت و اونها میپرداخت، کمتر به تاریخ اسلامی و از این بابت نوعی سمت‌گیری داشت به طور من. اما با تحریف سر و کار نداشتیم، با جعل سر و کار نداشتیم. سمت‌گیری های ذوقی، سلیقه‌ای، حتی سیاسی بود یا حتی ایدئولوژیک هم بود، ولی تحریف و جعل آمدانی تاریخ، این چیزی بود که متاسفانه با حکومت جمهوری اسلامی در ما نظام آموزش پرورش ما ایجاد شد، یعنی واقعیت پیدا کرد، تبلور پیدا کرد، دست بردن به تاریخ. یعنی تو قبل از اینجا بدی یه سوال دیگه هم دارم، نگاه شما به بیهقی چگونه است؟ اون نوع نگارش رو چطور میبینید؟ من خواهش میکنم که اگر این بحث بیهقی رو به یک جای دیگه بذاریم، به خاطر اینکه باشه اینکه بحث بسیار مهمیه و من همینجا بگم که یکی از دوستان من استاد مهدی سیدی، ایشون در خراسان کلاس های بیهقی خانی دارن و رو اینترنت شما میتونید به اون کلاس ها چکار کنید، وصل بشید به یکی از استادان مسلم و مسلطیه که به ادب فارسی و به تاریخ ایران تسلط داره، استاد سیدی. ولی خب تاریخ بیهقی مشکلاتی داره که جدیدن مطرح شده و یک کتاب جدیدی در ایران در اومده، نویسندش هم یعنی شرحی از متون تاریخ بیهقی، یک مقدمه ای رو نوشته آقای دکتر بهرامی که باور کنید که بسیار آگاهی بخش، آگاهی دهنده است که ما نگاهمون به بیهقی و اصلا به وضعیت تاریخمون تا حدی میتونه متفاوت بشه. به همین جهت میگم اینو بذاریم به جای دیگه. ببینید حتما، چون من خیلی علاقه دارم بهش، خواستم حالا بعدا میکنم. برای اینکه تاریخ بیهقی از منابع مهم تاریخ فرهنگ ماست، نسل شاهکار ادب ماست، به شیوه و گزارش تاریخ نویسیش هم در واقع بی نظیره، یعنی مهمترین مرحله که در فرهنگ زبان و ادبیات ایرانی و فارسی خلق شده. ولی خب اونجا ما اشکالات خودمونو داریم، یعنی باید اینا مورد نقد قرار بگیره. این تعریف تمجیدها راه رو نباید ببنده که ما گذشتگانمونو نقد به طور قطع میشه متقدم باید این کار کرد. خب برگردیم به جمهوری اسلامی. شما ببینید انقلاب که میشه، نخستین جایی که مورد حمله قرار میگیره، روحانیون مورد حمله قرار میدن، جدا از اینکه ارتشی های ما رو گیرمارو میکنن، جدا از اینکه مردم بدبخت و بیچاره رو که در حکومت پهلوی کار کرده یا خدمت کرده میبرن تو دادگاه ها میزنن میکشن، اون بی عدالتی ها جا خودش، اما به اون جایی که حمله کردن، نخستین جا سیستم آموزش پرورش و نظام دانشگاهی. به این حمله جمهوری اسلامی حمله آگاهانه ای بود، یعنی اینا
افراد و نیروی مختلفی رو در اختیار داشتن که دانشگاه ها رو تصفیه بکنن، آموزش پرورش تصفیه بکنن، معلمای کارکشته کاربلدی رو از کار برکنار کردن به خاطر عقایدشون، و از اونجا نطفه تاریخ نگاری رو شروع کردن که با تحریف و جهل همراست. حتی تو این تاریخ نگاری که در دوره اسلامی شد، باور بکنیم وقتی روایت حمله اعراب به ایران مطرح میشه، با زبان و مثلا میگن با فتح الفتوح، با کلمات و تعبیراتی به کار میبرن که اونها به کار میبرن، ما نباید به کار ببریم. یعنی ما باید نگاه خودمون نسبت به تاریخ داشته باشیم. اینها حتی اینجاها هم تحریف تاریخ کردن، از زبانی استفاده کردن که علیه تاریخ ملی ما یا تاریخ عمومی ما یا تاریخ پیوسته ما بود، و خب جعل و تحریف رو راه دادن. من یکی از تاریخ نگارانی که در ایران در دوره همین قاجار و تاریخ معاصر کار میکنه، آقای لطف الله جدانیه که برادرزاده من و مورخ برجسته‌ایه، و ایشون با آقای حداد عادل در یکی از تلویزیون های ایران بر سر همین کتاب درسی و منابع درسی گفتگو کرده، و در واقع به حداد عادل این نکته رو گوشزد کرد که آقا شما جعل تاریخ میکنید، شما در سر تا سر کتاب های درسی یک کار مثبت از رضا شاه یاد نمیکنید، اگر چیزی رو یاد میکنه میگه این در خدمت منافع امپریالیسم بود، در خدمت منافع دیگران. خب ببینید از هر گوشه و کنار این چیز که نگاه بکنید، روایت جمهوری اسلامی از تاریخ مشروطه، روایت جمهوری اسلامی از تاریخ پهلوی، روایت تحریف‌آمیز و جعلیه، و این وحشتناکی که اینها رو در نظام آموزش پرورش مملکت ما درس میدن و جلوی چش مردم ما دست به چنین کارهایی میزن. خب این به اعتقاد من دیگه مسئله این که من مورد در این شرایط زاده شدم، این تأثیرات از جامعه هم گرفتم، فرهنگم گرفتم، دنیا هم گرفتم نیست. این پشت سرش یک ایدئولوژی بیمارگونه تمامتخواهی هستش که میخواد تاریخ ایران رو تعریف بکنه، گذشته ایران رو تعریف بکنه، دستاوردهای مدنی و فرهنگی ما رو ناچیز جلو بده و همه چی رو در روایت اسلامی، در زرورق اسلامی بپوشونه و به خورد مردم بده. البته خب دیدین که عکس العمل مردم ما و جوانان هم چی بوده، معلمای ایران زیر بار این جنایات نرفتن، مبارزه کردن. یه لحظه ازده بودیم، ما یه درنگ کوتاه مجبوریم بکنیم، برگردیم دوباره در این مقوله بسیار مهم صحبت بفرمایید. من نمیدونستم برادرزاده شما در عرصه تاریخ به این جایگاه رسیده، خوشحالم، درود بهش میفرستم و امیدوارم تلاشاش ادامه داشته باشه. درنگ کوتاهی داریم، ترانه‌ای با دکتر آجدانی گوش میدیم با شما و باز میگردیم با درود دوباره، شعر افتاج عزیز و ماه و آینه و صدای مهدی محمد خانی. خب دکتر آجدانی سراپا گوشیم، ببخشید ما این درنگ مجبوریم داشته باشیم. منظورم این بود که اسم برادرزاده هم بردم، منظورم پارتی بازی نبود، برای اینکه اون واقعا نه چه حرفا شیه شما از اون بادیکشان این که دریا زده اینه حرفا شیه. بله، ما مورخ برجسته یه و با شهامت تمام در مناظرات تلویزیونی و رادیویی این بخش از به اصطلاح سانسور تحریف آشکار حکومت رو در کتاب‌های درسی رو افشا کرده. حتی پورپیراری که شما اسم بردید، باز لطف دانی او رو هم در همون موقع در موقع اساسیش افشا کرد که این حرفایی که داریم می‌زنه تا چه اندازه میتونه گمراه کننده باشه و غیر تاریخی. منظورم چی؟ منظورم اینه که ما متاسفانه تاریخی که چپ‌ها برای ما نوشتن جانب بدار بود، تاریخی که ناسیونالیست های ایرانی نوشتن جانب مدار بود، بخشی از تاریخ ما هست که تعادلی در نگارش تاریخ ما بوده که از پیرنیا شروع میشه و در دست امثال تغییرزاده، در امثال علامه قزوینی اینا رشد میکنه. ما این بخش تاریخ نگاری متعادل ایران فرصت طلایی و درخشان پیدا نکرد.
برای اینکه جریان‌های ایدئولوژیک سیاسی جلوی این تاریخ نگاری می‌ایستادند و ایستادگی کردند. منتها اگر تاریخ نگاری ایران در اساس در دوران مدرن با دیدگاه‌ها و سلیقه‌های مختلف نوشته شد، با حکومت جمهوری اسلامی ما با تحریف تاریخ و حتی میتونم بگم تا حدی که بشه گفت جهل تاریخ. نه اینکه یک اسمی رو عوض بکنن یک چیز، نه، برای اینکه جا به جا کردن مطالب به اعتقاد من تحریف نیست، جهله. و این اتفاق داد یه تاریخ بسیار ایدئولوژیک، روایت خیلی اسلامی و ضد ایرانی هست از گذشته تاریخی ما، از فرهنگ ما. و امروز هم اگر تاریخ نگاری در ایران و در خارج از ایران نتونه با این روایت رسمی و این تحریف آشکار رسمی مبارزه بکنه، کار ما دچار اشکالات اساسی خواهد شد. این مسئله‌ای که من فکر میکنم ما باید به طور جدی این مبحث تاریخ نگاری رو در ایران جدی بگیریم. حالا چه کسانی که خارج از دانشگاه رسمی هستن تاریخ نگاری میکنن و چه کسانی که در درون دانشگاه هستن. اینه که ما همیشه میتونیم در برابر نظام حکومت رسمی یک تاریخ نسبتاً واقعی رو در ایران روش بدیم. این نیست که بگه فقط سانسوره و حکومت، نه، ما هم قدرت داریم، ما هم بلدیم که چی کار بکنیم، از چرا حقایق رو بنویسیم یا از چرا تضادها رو جلوی چشم مردم بیاریم که مردم بفهمن که این روایت رسمی روایت محرف است، روایت تحریف شده ای است که باید باش مبارزه فرهنگی کرد. بعد اینجا هم که میگم، اینجا هم ما باید مبارزه فرهنگی بکنیم، یعنی از طریق فرهنگ گسترش نگارش به اصطلاح نسبتاً بی‌طرفانه تاریخ، این روایت های ایدئولوژیک رسمی رو مشتشون رو وا بکنیم. من خودم در تاریخ نگاری که داشتم میکردم، کردم، نوشتم، سعی کردم که این مشتهای ایدئولوژیک رو باز کنم. به امروزم که الان در خدمت شما هستم دارم میگم ما ضربه بزرگی که بردیم از طریق همین تعریف ها و ایدئولوژیک دیدن تاریخ ایران. چپ ایران در این تحریف خیلی نقش خیلی مهمی داشته، برخورد یک جانبه‌ای با مسائل تاریخی ما داشته، روایت های غیر معقولی رو ارائه داده. جمهوری اسلامی که دیگه این که چون که آمد نبود هم بیشه ماست، اینا دیگه تاریخ ملی ما رو در واقع، تاریخ شناخته شده ما رو تحریف شده ارائه میدن. این دیگه دست همه رو دست همه گذاشتن در واقع. دکتر آجودانی، جمهوری اسلامی یه مسلماتی رو فرض کرده که اون مسلمات رو میگذاره، میگه توی 2500 سال همه این شاهان و سلاطین طاغوت بودن. حالا یه خورده شاه عباس یا شاه اسماعیل، اونم وقتی یقشون میگیری میگه آقا جان، همین آقای شاه عباس میرفت در کلیسای مسیحیان در روز عید پاک شرابم میخورد، حجت الاسلام هم وادار میکرد باید شراب بخوره. این آدم وقت اونجا جواب ندارم بدن. بنابراین در نگاه تاریخ نویس جمهوریزه پادشاه خائنه، جبار، آدم کشه، ضد اسلامه. از اول تاریخ هم شروع میکنم میان یه زب. و متاسفانه ایدئولوگ های چپ ما هم کم و بیش نگاه انچنانی داشتن. مفاهیم قرن 18 و 19 رو در قعر تاریخ منطبق میکنن بر شرایط اون روزگار. بله، برای که مثلا ما چپ در خود اروپا، تاریخ نگاری مارکسیستی در خود اروپا ده ها جور تحول پیدا کرده، اصلا اون دوگمات برخوردهای گذشته توش نیست و در دانشگاه ها میتونه معنا داشته باشه به عنوان یک شیوه برخورد با تاریخ، یعنی. ولی در مملکت ما متاسفانه همه اینها، یک چیزی که به طور بنیادی در مملکت ما غایب بود اینه، اینجا مثلا شما در دوره دبیرستان بچه ها که تاریخ میخونن با مفاهیم آشنا میشن. وقتی میگن رولوشن، انقلاب فرانسه، این رولوشن باید معنی بکنه. انقلاب یعنی چی؟ چه دیدگاه‌های راجع به انقلاب وجود داره؟ چه مفاهیم راجع به انقلاب وجود داره؟ وقتی میگن
مثلا کشاورزان، فارمرها در این انقلاب این کار کردن، باید مفهوم فارمر رو در اون کانتکس تاریخی نشون بدن، معنی بکنن تا به مفهوم زمانه نزدیک بشه. وگرنه امروز کشاورز یه معنی دیگه داره، فارمر امروز یه مفهوم دیگه داره. ما هم در ایران همینجوره، یعنی ما اساس دیوان ایرانی، اساس تاریخ نگاری ما، این هم به نسبت به بنیادهای مدنی اجتماعی تاریخ ما، اینها هم مفاهیم متفاوتی رو. ما وقتی میگیم مثلا دادگاه های دوره، مثلا دیوان های دوره صفوی، اون یه مشخصات خودش داره. ما باید اون مفاهیم رو در اون دوره بشناسیم و به تاریخ نگاری منتقل بکنیم و به نسل جوان منتقل بکنیم و همچنان گسترش و تحول این مفاهیم رو تا امروز در کلاس های درس نشون بدیم. اگر نتونیم نشون بدیم، یک جای به اصطلاح تدریس تاریخ، آموزش تاریخ اینه که من فکر میکنم متاسفانه در تاریخ نگاری ایران از سویه های مختلف ضربه خورد و این ضربه خوردن ها به طوری اساسی بود که من یک بار گفتم که اگر واقعا ما اگر تاریخ نگاری ایران در دوره محمد رضا شاه، حالا دوره رضا شاه خب یک زمانی کوتاهی بود و گذشت و اینها، در دوره محمد رضا شاه اگر واقعا مورخان ما تاریخ دوره مشروطه رو واقع بینانه به اطلاع مردم ما میرسوندن، به این آسونی ایران نباید. یعنی من فکر کنم انقلاب ایران، گفتم برنامهش حاصله جهل ملت ایران نسبت به تاریخ و فرهنگش بود، به در رأس حاصله جهل روشنفکری ایران نسبت به تاریخ و فرهنگش بود. یعنی نگفتم مثلا برای اینکه رو هوا حرف نزده باشم، شما مثلا تو کارهای ایرج افشار بکنید یا کارهای فریدون آدم بکنید، نمیبینید که اینها نشون داده باشن که روحانیون چه قدرت وحشتناکی بودن در برابر حکومت عرف، یعنی حکومت پادشاهان. یعنی اگر ما این کنش واکنش تاریخی رو میدیدیم، ما میدونستیم که اینها در واقع متحدترین اپوزیسیون حکومت‌های عرف بودن و همیشه هم مدعی حکومت عرف در معنای کلی، حالا درسته خیلی جا با حکومت عرف ساختن، با پادشاهان و با دربار ساخت از دوره صفویه به بعد حتی قبلش، ولی این واقعیت یه چیز دیگه بود. نیروی اینا، ارزیابی نیروی روحانیون به درستی انجام نگرفت در تاریخ نگاری دوران پهلوی و به همین دلیل ما با یک فهم دیگه‌ای نسبت به اونها رویکرد تازه‌ای رو نسبت به تاریخ ایران نشون دادیم که نمی‌دونیم با چه آتشی داریم مملکت رو به آتش می‌کشونیم. این کاری راجدانی که... اگر حالا علم نبود و نوع برخورد رو به خاطر اون آگاهی سنتی که از این مسائل داشت، سال 42 ما گرفتار شده بودیم. یعنی این ماجرا دو بار در طول عمر من و شما و نسل قبل از ما و بعد از ما تکرار میشه و خیلی جالبه در سال 42 جلوش گرفته میشه ولی در سال 57 به این نقطه میرسیم. همون ناآگاهی، راست میگید شما، تو خمینی تبدیل به شهید زنده میشه. در سال 42 جلوش گرفته شد، تاریخش درست نوشته نشد. درست. ببینیم نفهمیدیم کیا بودن اینا، چی کار کردن، چه دیدگاهی داشتن. اگر مردم ایران میفهمیدن که آقای خمینی با آزادی زنان مخالفه، با اصلاحات ارضی مخالفه، اگر اینها رو میگفتن که اینایی که در اون تاریخ ریختن بیرون، دست به این کارا زدن، اندیشه های اجتماعی و سیاسیشون چیه، خب مردم آگاه میشه. اینا رو تو تلویزیون نگفتن، تو کتابت نگفتن، تو نظام آموزش پرورش نگفتن. یعنی مشکل همین بود که ما نتونستیم خودمون و جامعه خودمون رو درست بشناسیم، موقعیت خودمون رو در جهان درست بشناسیم. با این باید کار به اعتقاد در درجه اول، به اعتقاد من باید کار تاریخ نگاری می بود. هنوزم که امروز من و شما داریم صحبت می کنیم،
تاریخ نگاری رسمی، من اینه که میگم تاریخ نگاری یعنی تاریخ نگاری ایدئولوژیک حکومت جمهوری اسلامی، تولید انبوه تحریف های تاریخی که به مردم میده. ولی در کنارش هم ما میبینیم که نسل روشنفکر دستخونده یا استادان دانشگاه سعی میکنن که از این انبوه تحریف ها خودشو به کنار بکشن و روایت معتدل‌تر ارائه بدن. اینو ما میتونیم، نه اینکه ما نتونیم. یعنی واقعا در خارج از کشور مثلا ما دست بازتری داریم، میتونیم راحت‌تر حرف بزنیم، راحت‌تر تحلیل بکنیم، نگاه بکنیم. این واقعیت اگر تاریخ نگاری یک مملکت بارآور باشه، هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ سیاسی، جلوی بسیاری از بدفهمی ها رو میتونیم بگیریم. ما اگر در دوره حکومت پهلوی یه تاریخ نگاری راجع به جریان های چپ ایران میداشتیم یا چپ روسیه میداشتیم که با ما در برخورد با ما چه کرده بودن، خب اینجوری نبود که نسلی همینجوری سرش بنزه پایین بره چریکش. یعنی شما اینا رو باید تو یه نظام منصفانه مطرح میکردید، تو جریان منصفانه توی جامعه. امروز هم من امیدوارم که جریان های فکری تلاش بکنن که این کمبودها رو در نقد و نگاه پیش ببرن. مثلا جریان چپ، چپی که الان شما حرفش زدید و خیلی علاقمندم بودید که ما مثلا صحبت بکنیم. خب ببینید الان امروز شما به این سایت ها نگاه کنید، تمام فعالیت جریان چپ تبدیل شده به اینکه چهار تا اطلاعیه بدن، چهار تا اعلامیه بدن، نه. از این جنبش کارگری دفاع بکنن، از اون حرف بزنن، علی این علی تفکرشون که میمیرن تصریحات بدن. بله، تفکر ایجاد نمی کنند، تولید فکر نمی کنند. و حتی متاسفانه، اینو من باید متاسفانه بگم، در بسیاری جاها جلوی رشد تفکر تاریخی و اندیشه های دموکراتیک بودن. یعنی چوب لا چرخه به اصطلاح تفکر در ایران گذاشتن، فکر بود. هنوزم که هنوزه به ندرت باور کنید در این جریان های چپ، من آدم های با فرهنگی رو می بینم که با تعلقات به اصطلاح فرهنگی تاریخی در مورد مسائل تاریخ ما صحبت می‌کنه. شما همین چند مدت پیش از یکی از این دوستان ما یه تشابه اسمی ایجاد شده بود، اسمشون رو برده بودید. بله کی رو میگم اگر گفتی؟ آقای کاخساز و کاکسار. این یکی از چپ‌های خوشفکره. شما هر هنوز دری تمام این سالها یادداشت هایی که می نوشت، این یادداشت ها یک سویه ملی و درک دموکراتیک از تاریخ ایران داشت، ولی ما ندیم. یعنی بیشتر این جریان هایی که مثلا بیچاره الان همین یکی از جمشید طاهری پور، بله. یک مطلبی نوشت از تجربه تاریخی خودش در یکی از این سایت با روز دیدم. بله کسانی که بهش جواب دادن مثل آدم خارهای روزنامه‌نگاران در آن، اصلا بهش میگن تو چیکاره این حرفا رو بزنی؟ بعد ببین لازم، یعنی اون خواستن یک برداشتش از زندگی شخصی خودش، یه نقدی از زندگی شخصی خودش ارائه بده، یه مطلبی رو نوشته گفته این چیزا باعث شده ما اشتباه کردیم. مثلا فرض کنید لنینیزم باعث شده که ما، برداشت لنینی از مارکسیز باعث شده که ما این اشتباه داریم. من البته این حرفو قبول ندارم، برای اینکه چرا ما باید این نوع برداشت‌های شیعی رو از تازه لنینیزم در ایران می‌کردیم؟ یعنی سرانجام وحدت ایجاد می‌کردیم بین جریان‌های مذهبی و جریان‌های چی؟ چپ. این تلاش منظورم اینه که امروزم بارقی امیدی نیست و من امیدوارم نسل جوانی که این تمایلات دموکراتیکو در جامعه داره، اینها به فکر این باشن که تاریخ ایران رو تکه پاره نکنن، اینها به فکر این باشن که نقد شرافتمندانه و منصفانه از تاریخ ایران ارائه بدن، نقدی که اون سویه های فرهنگی لازم رو رعایت بکنه و این مروت انصاف داشته باشه که نخواد در جهت حذف انسان یا در جهت حذف فکر و اندیشه حرکت بکنه. این آفرین تاریخ نگاری امروز باید انجام بده. دکتر آجودانی، خیلی خوشحالم که اشاره به آقای طاهری پور کردی و من یه مورد دیگر رو میگم. خانم اشرف دهقانی
یه مطلبی رو که بنده ازشون خوندم، اصلا انگار نه انگار که در ایران انقلابی شده و ایشون هم 40 سال حالا مبارزه کردن، انشعاب کردن گروه‌های متعدد، و اینو در همه‌شون متأسفانه می‌بینیم. بعضی‌هاشون که تبدیل شدن به مفسر، حالا چریک بود حالا شد مفسر، و بعضی‌هاشون هم در همون اشتباهات گذشته متأسفانه. دکتر اجدانی، ما راستمون هم گرفتار همین مسئله است، ملیمون هم گرفتار همین مسئله است. یعنی بوتی درست کردن، نشستن به اون بوت ستایش می‌کنن، و اصلا براشون دیگه بقیه زاویه‌های تاریخ و زندگی مطرح نیست، اما هم فقط اون بوتشون سرش سلامت. واقعا همینجوره، واقعا همینجوره. اینها این یک سوی نگری ها، این ایدئولوژی نگاه کردن ها، در چارچوب نگاه کردن ها باعث میشه که ما نتونیم یه فهم مترقی، متعادل و نسبتاً دموکرات از تاریخ ایران ارائه بدیم. این کشمکش ها همش به نفع ملت ایران نبوده. من مخالف نقد و نظر نیستم، بحث نقد و نظر من همیشه استقبال کردم و میکنم و میگم تو جامعه ما سمینار باید فراوان باشه، گفتگو باید فراوان باشه، ولی متاسفانه میگم متاسفانه بنیانهای ذهنی ما اون شکوفایی تاریخی لازم و برای برخورد اورینتر با تاریخ ما، با فرهنگ ما در اختیار ما نذاشت، نسل جوانتر ما هم نذاشت. متاسفانه دکتر آجودانی، اگر موافق باشید ما همینجوری در ادامه صحبتمون که میریم جلو اجازه بدید راجع به بعضی از رویدادهای تاریخیمون هم تعامل کنیم، برای که من به انصاف شما اعتقاد دارم. الان میخوام یه نکته رو من اینجا بگم که حتما مورد توجه شما هم قرار گرفت. ببینید، ما 42 سال بعد از انقلاب هنوز گرفتار 28 مردادیم، هنوز حاضر نیستیم در یک نقطه‌ای اشتباهات دو طرف رو اقرار بهش بکنیم و بیایم روی این مسئله اون وقت برنامه ریزی کنیم. هنوز انقلاب شاه سفید از نگاه یه عده خیانتبار و خیانتکارانه بوده، دستور آمریکا بوده و از دید یه عده مقدس. خیلی من خوشحالم که شما این بحث رو به میان کشیدید، برای اینکه جوانای ما باید بدونن هیچ کس قدسیت ازلی و ابدی نداره. برای یه عده قوام سلطنه رو میگن خائن، ولی وقتی تاریخ رو بخونی این مرد بزرگ رو میتونی تشخیص بدی کی بود. یا رزما رو دربست خائن، یا نمیدونم آقای دکتر امینی خائن مطلقه. باید نگاه کرد شرایط رو. بفرمایید نظر. بله درست میگی. ببینید مثلا همین ماجرای کودتای 28 مرداد، کسانی که نگاه میکنن اینو توی مقطعی نگاه میکنن که با به اصطلاح رفتن زندان رفتن مصدق و 3 سال در زندان موندن و بعد خانه نشین شدنش پایان پیدا میکنه، در حالی که تاریخ ما پایان پیدا نکرد. تاریخ ما بعد از مصدق گسترش های تاریخ خودش داشت. من اگر حتی با بسیاری از مورخان موافقت بکنم که کودتا انجام گرفت در اون معنای به اصطلاح ناهماهنگ تاریخیش، اما الزاماً به این معنا نبود که چون این کودتا انجام گرفت مملکت ما رو راهش به همه چیز بست. بله بله آفرین. در پیشرفت‌های درخشانی داشت، کارهای مختلف پیش برد، اما امروز من مخالفم این که میگن که آقا راجبش حرف نزنیم، برای اینکه این مثل رای حسینیه دنبال. نه، تاریخ رو باید بحث کرد، باید واقعی بینانه بحث کرد، باید فضای یک به اصطلاح دیسکورس تازه‌ای رو در درک مسائل تاریخی ایران دید. ما متاسفانه همه چی رو یک جا قطع میکنیم، اونجا وای میسیم، میگیم این تا اینجا اینجوری بوده، پس جنایت بوده، آدمکشی بوده، فلان بوده، بهمان بوده، ولی نگاه نمی کنیم که مشکلات خود دکتر مصدق در متن تاریخ ما چی بوده. مصدق در همون جامعه ای داره زندگی میکنه که خود مصدق قربانی همون چیه، همون فرهنگیه که ما امروز داریم ازش چیکار میکنیم، انتقاد میکنیم. همین دلیل من معتقدم در اینجور مواقع بریدن تاریخ و ایستادن در یه مقطع بدون دیدن اون اتفاقاتی که بعد میفته یه معنای ناهمگون خواهد داشت، نارسا خواهد داشت. شما
وقتی میتونید تاریخ نگاری بکنید که بعد کودتای 28 مرداد هم چیکار کنید ببینید چه تعاملی داشت. وقتمون تموم شد، اجازه بدید با نهایت پوزش ازتون خداحافظی بکنم. بخش بعدیمون ادامه داره، داختر از امروز اینو بدونید. دکتر آجدانی به من لطف دارن و به ایران فردا و شما و در خدمتش خواهیم بود. همینجوره خواهش میکنم. خیلی هم سپاسگزارم بودید و واقعا سپاسگزارم از برش رفتاری که داری و این فرصت میزی که من بیشتر حرف بزنم. قربان شما. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا دیدار بعدی همه شما را به اتفاق دکتر آجودانی به پروردگار عاشق می سپارم.